در این فیلم مردی در روزی که مصادف است با روز خودکشی صادق هدایت پا به سینمایی در پاریس می‌گذارد و زندگیش دگرگون می‌شود. Je suis arrivé à Belleville le 9 avril 1951. این همزمانی چیزی بیش از یک تصادف است، چون این فیلم با نام بوفکور اقتباس آزاد و کم و بیش ناشناخته راول رویس از شاهکار ادبی هدایت محسوب می‌شود. با وجود دهه‌ها کار و تحقیق درباره هدایت، او هنوز چهره‌ای فرار و دشوار برای توصیف است. توضیح چگونگی خلق آثاری مثل بوفکور تمام معماهای این آثار را پاسخ نمی‌دهد. او نویسنده است که خودش را پنهان می‌کند. من همانقدر از شرح حال خودم رم می‌کنم که در مقابل تبلیغات آمریکایی مآبانه، آیا دانستن تاریخ تولدم به درد چه کسی می‌خورد؟ از این گذشته شرح حال من هیچ نکته برجسته‌ای در بر ندارد. نه پیش آمده قابل توجهی در آن رخ داده، نه عنوانی داشتم، نه دیپلم مهمی در دست دارم و نه در مدرسه شاگرد درخشانی بودم. بلکه برعکس، همیشه با عدم موفقیت روبرو شدم. در اداراتی که کار کردم همیشه عضو مبهم و گمنامی بودم و رؤسایم از من دلخونی داشتند. یکی از وجوه کمتر بررسی شده دنیای هدایت تأثیر او بر سینماست، به خصوص بوفکور که سینما بیشتر از آثار دیگرش با آن توجه نشان داده است. خلاصه کردن بوفکور یا دادن شرحی از وقایع آن تقریبا غیر ممکن می نماید. کتاب دو نیمه دارد، با شخصیت هایی که هم شباهتی ظاهری و هم درونی به هم دارند، با اینکه وقایع آنها از نظر زمان و مکان فاصله ای دراز دارد. داستان درباره عشق نقاشی تنها به زنی اسیری است. رؤیا و خواب و توهم با هم یکی می شوند و جایشان را عوض می کنند، بدون اینکه منطق دنیای راوی تغییر کند یا از نفرت او از دنیا و آدمهایش کاسته شود. بوفکور چند بار موضوع اقتباس‌های آزاد سینمایی قرار گرفت. بی اختیار زدم زیر خنده. یک خنده سخت در از اول که وجود مرا به لرزه انداخت. خنده عمیقی که معلوم نبود از کدام چاله گم شده بدنم بیرون می آمد. خنده ای تویی که فقط در گلویم می پیچید و از میان تویی در می آمد. بوفکور حتی یک بار اسمش را به فیلمی داد که داستانش ارتباطی با داستان هدایت نداشت، اما توسط فیلمسازی ایرانی تبار ساخته شده بود. ترجمه های بوفکور این معمای ادبیات فارسی را به دست خوانندگان غیر فارسی زبان رساند. اون دیپلومات فرانسوی که فارسی خوب میدونست، روژه لسکو، بوفکور رو ترجمه کرده بود همون زمانی که هدایت هنوز زنده بود و ترجمه فوق‌العاده حسابی بود و بالاخره یک ناشر فرانسوی خوشش اومد از این کتاب رو چاپ کردن یک سال و نیم بعد از فوت هدایت. همین ترجمه بود که به دست فیلمساز شیلیایی در تبعید در پاریس رسید، فیلمسازی که زندگی خودش بیشباهت به هدایت نبود. راول رویس داستان هدایت را با یک نمایشنامه راهب اسپانیایی قرن 17 تیرسو دو مولینا تلفیق کرد. به قول لوک موله، منتقد و فیلمساز فرانسوی، فیلم تلفیقی مستدام از واقعیت و خیال، گذشته و حال است. شباهت زیادی به خصلت درون نمای ادبیات آمریکای لاتین دارد. هر تصویر بیوقفه تصویر بعد را نقض می‌کند. On les projetait peut-être avant mon arrivée, mais je crois plutôt qu'on ne les a jamais montrés et qu'on ne les montrera jamais. Moi les films, je ne les regarde pas. در اقتباس رویس، به جای اینکه راوی داستان از سوراخ پشت رف دنیای دیگر و زن اسیری را ببیند، از پنجره آپارات خانه سینما با آن مواجه می شود.
آن تصویری که زندگیش را زیر و رو می کند یک تصویر وهمالود یا خیالی نیست. فیلم های روی پرده است که می فهمد زندگیش با آنها یکیست و آنها را حتی بدون نیاز به پرده و خارج از سالن سینما هم می تواند ببیند. در رمان بوفه کور تأثیر از سینما و فیلم هایی که هدایت می پسندید پنهان نیست. حالا انگار رویس داشت کتاب هدایت را دوباره با آن منابع الهام سینمایی متصل می کرد. Je me voyais mourir comme dans un film. Mais l'acteur qui tenait mon rôle jouait avec tant de naïve conviction que je ne pouvais m'empêcher de rire. اگر هدایت از سورئالیست های اروپای غربی به خصوص فرانسه تأثیر گرفته بود، فیلم راول رویس بخشی از جریانی وسیع تر بود که حالا تأثیر محدود اما ژرف هدایت را بر اروپای غربی نشان می داد. نویسنده فرانسه که مکتب سورئالیسم درست کرده بود این کتاب خوند و گفت این جزو 20 شاهکار ادبیات دنیاست. ولی خب هدایتی دیگه نبود که این حرفو بشنوه. از صادق هدایت با ترجمه زیبای روژه لسکو بوفه کور به دست ما رسید. علامتی آری از امید در تاریکی شب. هرگز چنین هراسی از وضعیت انسان باعث وارسی جان ما نشده و هرگز این هراس به شناختی این چنینی از دست و پا زدن ما در هزار توی آینه ها نینجامیده است. اگر چیزی به اسم شاهکار وجود داشته باشد، این همان است. Parfois, je me laissais enfermer au Père Lachaise et je tournais en rond jusqu'à l'aube. Le soir de ma dernière sortie, il faisait beau pour la première fois depuis des semaines.